اسفه میکنید فرشاد فیوز و صادق برمزیار هر دو سرگروه تیم خود هستند و باید تیم خود را در این دیدار رهبری بکنند. برای تیم استقلال بهزاد غلامپور، رضا حسنزاده، محمد خرمگا، مهدی پاشازاده، محمد تقوی، علیرضا اکبرپور، فرهاد مجیدی، محمد رضا مهرانپور، صادق برمزیار، صمد مرفاوی و محسن جروسی بازی میکنند. برای تیم پیروزی احمد رضا عابدزاده، افشین پیروانی، بهروز رهبری فرد، یحیی گل محمدی، رضا شاهرودی، مهرداد میناوند، اسماعیل هلالی، حسین عبدی، مهدی مهدوی کیا، محسن رنجبران و فرشاد فیوز بازی میکنند. از این لحظه بازی آغاز میشه. یار صادق برمزیار هست، مهدوی کیا برای فرشاد فیوز، یک توپ بلند و ضربه سر از مهداد میناوند میرفت که دروازه استقلال رو باز برای فرشاد فیوز، یک ضربه از فیوز به پشت دروازه اصابت میکنه. ضربه فرشاد فیوز سرگروه تیم پیروزی. یک بار دیگه تصویر آسته رو ملاحظه بکنید، این ضربه که به پشت دروازه استقلال اصابت میکنه و بازی خداحافظی فرشاد فیوز. یک بار دیگه آخرین ضربه فرشاد فیوز در فوتبال کشورمون رو ملاحظه کردید که بهزاد غلامپور به زیبایی اون رو دفع میکنه. در مورد فرشاد فیوز البته من فکر میکنم آقای خیابانی مطالب زیادی رو خدمت شما خواهند گفت و سابقه اون رو در طول زمانی که بازی میکردن خدمتتون خواهند گفت. این فاصله و این فرصت فکر میکنم بهترین موقعیت باشه برای گفتن این مطالب در مورد بهترین گلزن فوتبال کشورمون. خواهش میکنم آقای کوچی، فیوز در فوتبال ملی حدود 60 بازی انجام داد که مجموعاً 20 گل به ثمر رسوند که مهمترین گل‌هایی که فرشاد فیوز در مسابقات ملی زده در بازی‌های آسیایی پکن بود که با گل‌های این بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمون قهرمان بازی‌های آسیایی پکن هم شد. بعد از زمینه باشگاهی هم حدود 10 ساله که در فوتبال کشور حضور داره و حدود 200 گل باشگاهی در فوتبال کشور چه در تیم‌های راه آهن، نیروی هوایی و در تیم پیروزی به ثمر رسونده که ما هم آرزو میکنیم که این فوتبالیست خوب کشورمون در ادامه راه خودش در ورزش کشور که به نظر میرسه مربیگری فوتبال رو انتخاب کرده همچنان موفق و سربلند باشه. یک بار دیگه آخرین ضربه فرشاد فیوز در دیدار با استقلال رو ملاحظه میکنید. احمد رضا عابدزاده، حسین عبدی و فرشاد فیوز که چهار گوشه زمین رو میبوسه. چون این مراسم با شکوهی رو باید برای همه بازیکنان ارزنده فوتبالمون برگزار بکنیم. رضا شاهرودی برای ادمون به زی که یک دو زیبا رو انجام میدن. شاهرودی پشت محوطه جریمه برای ادمون به زی و گل. گل باز هم ادمون به زی. شادی قرمز پوشان تیم پیروزی رو ملاحظه میکنید. ادمون به زی روی یک دو زیبا با رضا شاهرودی اولین گل بازی رو به ثمر میرسونه.
یک بر صفر به سود پیروزی. نقطه ببینیم این بار چگونه خواهد زد. محمد رضا مهرانپور بازیکن چپ‌های استقلال درست در آستانه ورود دروازه توپ رو دور میکنند. خطا. یک کارت زرد هم به محمد خرمگاه نشون میده. تصویر آیستان رو نگاه کنید. صحبت میکنه آقای جمال شریف با محسن گروسی. ببینید این حرکت رو. نظر داور هست. نه همتیمیش هست. اینجا سوت پایان نیمه اول به صدا در میاد. باز کدام یک از این دو تیم هستن که از موقعیت ها به گونه که باید استفاده خواهند کرد؟ من در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم آقای توتی. بله مسابقه هم در همین لحظه آغاز میشه. حالا بهمزیار به سمت دروازه پاشا زاده و از بالای دروازه توپ به بیرون میره. ده دقیقه از نیمه اول رو ببخشید از نیمه دوم رو پشت سر گذاشتیم. یه ضربه زیبا و حرکت تماشایی بهزاد غلامپور. اشاره میده به بازیکنان استقلال که جلو برند برای پاشازاده. آوانتاژ میده ظاهرا. یک ضربه از عقبی حرکت میکنه از منطقه راست توی محبته جریمه. حالا باید پاسش رو بده. رضا حسنزاده دروازه رو نجات داد. یا به نظر آفساید میومد اما اعتقادی به آفساید ندارن. نگاه میکنه مهدوی کیا. حالا برای مهداد میناوند که قبل از او مهدی پاشازاده باز هم ناجی دروازه است. یک بار دیگه برای مهدوی کیا. ضربت رو هم میزنه و گل. دومین گل مهدی مهدوی کیا. طرفداران پیروزی تیم محبوب خود رو تشویق میکنن. یک بار دیگه تصویر آهسته رو ببینید. دو بر صفر تو به دست برای نامجو مطلق در مقابلش برمزگار. خود نامجو برای طاهرزاده. از این طرف شاهرودی. خود طاهرزاده میزنه و باره دروازه میشه. به احنام طاهرزاده توپ رو زد به دستان بهزاد غلامپور خود و باره دروازه استقلال شد. این بهنام طاهرزاده است بازیکن جوان تیم پیروزی که وقتی به جای بزیک به بازی آمد حالا گل سوم پیروزی را هم زد. نگاه کنیم یک بار دیگه صحنه رو. حسنزاده آفساید رو پر کرده. طاهرزاده به سمت دروازه میاد. از این طرف به نظر میرسید که او توپ رو به شاهرودی خواهد سپرد اما خودش زد و با برخورد به دستان غلامپور سپس کمانه به دیرک دروازه و گل سوم پیروزی اینجا رقم میخوره. پیروزی 3 استقلال 0. بهزاد غلامپور از استقلال صاحب توپ و پایان بازی با اعلام نتیجه 3 بر 0 به نفع تیم پیروزی.
امیدوارم که از تماشای این مسابقه راضی شده باشید و به اتفاق همکار خوبم آقای کوتی شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. آرزو میکنم که شب خوشی رو امروز جمعه 20 تیر ماه آغاز کرده باشید و در پایان هم همچنان موفق و سربلند و پیروز باشید.